در وقت مرگ روی لبش خنده‌ای شکفت. با خون خود نوشت: آخر فتاد مرغ سعادت به دام ما، زد روزگار سکه عزت به نام ما. مادر چنان عقاب به بالین او رسید، فرزند را به سینه پرمهر خود فشرد. دستی میان اشک و خون به رویش کشید، بر روی خون گرفته او بوسه ای نهاد. در موج اشک گفت: رویت سپید باد، شهادت مبارکت، از ما ببر به شهیدان سلام ما. با کشتگان بگو با ننگ ظلم، زیستن ما حرام ما. فرزند پاکزاد مغرور و سربلند لبخند زد به مادر و در آخرین وداع با دیدگان سرخ شهادت نگاه کرد. گفتا که عزیز ترین تکیگاه من، بشنو پیام ما. ما کشتگان راه خداییم، غم مدار، پاینده ایم و این بود آخر کلام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به علم، ثبت است بر جریده علم دوام ما. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به تمام شما عزیزان دل، انشالله که جور صحتمند باشین و روزهایی را به بسیار خوبی سپری کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما دوستای عزیزم و همراهان همیشگی ما. امیدوار هستم که در این روز هم خوب و سلامت باشین. مریم جان، باید دوباره تسلیت بگیم. حادثه مکتب سید الشهدا را به تمام عزیزان ما که عزیزانشان را از دست دادن. بله. باز هم شهادت شهیدان راه علم و دانش، شهیدان مکتب سید الشهدا را به تمام دوستای خود تسلیت میگم. بله. مریم جان، باید یه گپی دیگر به دوستای عزیز ما بگیم که امروز ما تنها نیستیم. بلکه چندین مهمان محترمی دیگه هم با ما هستن. پس به نظرم بهتر است اول بریم سلام بتیم به ایشان. خب استاد محترم، میشه خودتون رو برام معرفی بکنیم؟ محمد جو هدایت هستم. یکی از معلمان رضاکار غرب کابل و همچنان معلم برحال در لیسه خصوصی پگاه. بله. مدت 8 سال است که در بخش معارف و معلمی ایفای وظیفه. تشکر از شما که امروز با ما در برنامه هستید. و بریم که دوستای عزیزم خودشان رو برام معرفی بکنن. شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مینا هستم، متعلم صنف دهم. بله. شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یلدا هستم، متعلم صنف دهم. بله. شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا هستم، متعلم صنف دهم. بله. تشکر. خب دوستای عزیزم، باید بگیم که امروز ما یکی از اساتید محترم در برنامه با خود داریم. از جمله معلمانی هستن، میتونیم بهشون بگیم معلمان رضاکار، درست است؟ معلمانی هستن که قبول کردن که رضاکارانه به شاگردان مکتب سید الشهدا تدریس بکنن. پس اول میریم طرف صحبت با آقای هدایت. خب آقای هدایت، اول میخواییم که برای ما ارزش کسب علم و دانش کنیم برای ما توضیح بتن. نخست از همه درود میفرستم برای روان پاک شهدای مکتب سید الشهدا و شهدای اخیر افغانستان و برای شهدا جنت فردوس، برای مجروحین شفای عاجل استدعا دارم. بدون شک علم دانش خودش یک پولی است، ارتباطی هست که میتونه انسانها را به اوج آگاهی و دانایی برساند. بله. این علم هست، این دانش هست که امروز هیچ مرز و بومی را نمیشناسند در میان کشورهای مختلف و در هر کره، در هر نقطه از کره خاکی اگر قرار داشته باشن، توسط همین علم و دانش میتوند انسانها رو با هم دیگر گره بدن. بله. پس بنابراین اینجا لازم است که در یک محیط آموزشی باید علم و دانش طوری در دسترس دانش آموزان زمینه فراهم شود که دانش آموزان بتواند با تمام دانش علم بروز که در جهان امروزی به وجود می آید به میان می آگاه شود. بله. دقیقا. خب ما شما گفتن که علم کس انسان را به روشنایی میرسانم. شما هم از جمله کسایی هستین که میخواین که در مکتب سید الشهدا برای از شاگردان که زنده هستن درس میخوانن.
برای ما تدریس کنیم به طور رضاکارانه. خب این برای شما چی انگیزه و چی هدف برای شما ایجاد شد که کار انجام بده؟ اینجا بخواهیم شروع بکنم که اگر وضعیت بررسی بکنید ببینید واقعا هر انسانی که خودش اندک شعور داشته باشد، شعور انسانی داشته باشد، عین کاری را که ما اقدام کردیم میکردن. بله. امروز ما در جهانی قرار داریم که جهان به رو به طرف متمدن شدن هست. بله. و طرف انسانیت و آگاهی و والایی هست. در یک مکتبی که 7500 دانش آموز دختر و 7000 دانش آموز پسر داشته باشد با کمبودی 125 تا معلم مواجه باشند. بله. واقعا افتضاح هستند. بله. ما را واقعا تکان دادن. واقعا زمانی که ما از این قضیه خبر شدیم واقعا برای ما حیرت آور بودن. در یک نقطه ای که هست که در داخل کابل امترین نقطه کابل باشه برو میرد، هیچ گونه بهانه امنیتی وجود نداره، اما باز هم دوچار مشکلات کبودی بست هستن. بنابراین اینجا بار میگرده که به مدیریت ضعف مدیریتی معارف. بله. اگر مسئولین مدیریت معارف این رد میکنند که نه خیر، ما مدیریت داشتیم، برنامه خود داشتیم، پس چرا در یک مکتبی که 7500 دانش آموز دارن 125 تا معلم کمبود هستن؟ دانش آموزان در اون محیط با کمبود قرطاسیه و کتاب کمبود هستن. اگر ضعف مدیریتی نیست، پس مشخص واضح هست که تبعیض وجود داره. بله. تبعیض آشکارا هست. از این دو مورد باید یکیش باید بپذیرن ما مسئولین معارف. بنابراین اینجا ما بر این متوجه شدیم که اگر ما نخیزیم کی بخواد؟ بله. بنابراین ما و تیم ما اقدام برش کردیم که ما باید به صورت داوطلبانه بس به عنوان معلم رضاکار با اینا همکاری بکنیم تا اینکه حداقل اینمی دانش آموزانی که خفته در خون باقی ماندن پس دوباره اینا رو دستانش بگیریم به طرف علم و روشنایی سوق بدیم. البته مورد باید اشاره بکنیم که این حرکت ما حرکت طولانی مدت نیست، به صورت موقت هست. ما برنامه های خود با برنامه هماهنگ با برنامه معرف پیش می‌بریم تا زمانی که وزارت معارف این خلا را داره، این بسته ها را پر نکرده، ما این اقدام خود پیش می‌بریم. البته یک ضرب الاجل زمانی برای معارف متعین می‌کنیم. بله. و اگر احیانا این ضرب الاجل به نتیجه مطلوب نرسانه، ممکن است ما اقدامات بعدی را مطابق همو شرایطی که ایجاب می‌کند برای وزارت معارف پیشکش کنیم. بله آقای هدایت، ما بسیار قدردانی میکنیم از این اقدامی که شما انجام دادید. به نظر من هر کسی که تواناییش را داشته باشه و با گفته خودتان یک کمی انسانیت داشته باشه باید همچین کار را انجام بده، درست است؟ اگر دوستان باشه ما با دخترها هم یک صحبتی داشته باشیم. شما دوست عزیزم زهرا جان بودین، درست است؟ بله. میشه خودتان برای ما بگین که خب با دوستات با همسنفیت اینجا آمدی، هدف چی است از اینکه امروز در برنامه قرار دارید؟ هدف اصلی ما و دوستانی که امروز اینجا آمدیم این است که ما می‌خواهیم برای دانش آموزانی که مانده می‌خواهیم این را برسانیم که هیچ مانی و هیچ مشکلات ما را نمی‌تواند اسبا بماند، بلکه ما هر مشکل و موانع ما را محکم‌تر می‌کند و به راه علم و دانش ادامه می‌دهیم و هیچگاه هیچ موانی و هیچ مشکلی نمی‌تواند ما را اسبا در بیاره. و ما هم این انگیزه را برای شاگردایی که مانده می‌دهیم که هیچ با هیچ مشکل و هیچ چیزی شما را نمی‌تواند. بله، تشکر زهرا جان، بسیار عالی بود. پس ما میتونیم بگیم که شما یک الگوی خیلی خوبی هستین برای شاگردا و میتونیم این رو نشان بدین که باید استقامت بکنن در برابر هر سختی که پیش رویشان میاد، باید صبر داشته باشن. بله. درسته؟ بله. آقای هدایت، میخواییم در این مرحله صحبتهای شما رو بشنویم و میخواییم که صحبتهای شما رو با شاگردایی که آسیب دیدن از این ماجرا بشنویم. بدون شک این حرکت ما از خود میتونه یک هدف مشخصی داره. بله. هدف مشخص واضح هست، انگیزه و روح بخشیدن روان دانش آموزی که واقعا لطمه دیده میباشه. بله. زمانی که معلم داخل کلاس حضور بیابه، این خودش برای یک دانش آموز واقعا انگیزه میتن، روحیه میتن، میتونه خودش و برای خود ادامه بدن. معلم داخل کلاس برای گفتن میتونه چیزی با خود داشته باشد. حضور خود معلم داخل کلاس نقش آفرین است. در کنارش پیام دیگه که میتونم یا مشخصا میتونیم بگویم که دانش آموز را وادار میسازن که بله، انسانیت هنوز زنده هست، عشق و ایثار هنوز نمرده، ما به شما میتونیم انسانیت را بیاموزانیم. بله. شما میتونید انسانهایی باشین که فردا مرهم گذار این جامعه و این مرزبون میشین. پیام بعدی ما این هست یا هدفی در کل میتونیم داشته باشیم متوجه دشمنان ما هستن که شما اگر یک مکتب رو بزنید ما 100 تا مکتب میتونیم پس دوباره احیا بکنیم. اگر یک دانش آموز رو میتونید اگر به خاک خود بکشانید
ما میتونیم 100 تا دانش آموز رو به پایش استاد بکنیم و اگر یک معلم را از ما بگیرن، البته این حرف من متوجه وزارت معارف هم میتونه باشد که اگر یک معلم را از ما بگیرن ما میتونیم صدها معلم را حاضر بسازیم. اگر وزارت معارف با این مسئله جدی توجه نکنن بدون شک یه جزی از دشمناش مولر میشه. بله دقیقاً. خب آقای هدایت تشکر از اینکه امروز با ما بودین و تشکر از اینکه به خیلی‌ها نشان دادین به هر چقدر که در توانشان هست، هر چقدر که میتونن به هر کسی کمک بکنن، پای خود پیش بانن و کمک بکنن. تشکر. خواهش می‌کنم یک نکته‌ای که می‌خوایم اشاره بکنم، این حرکت ما به صورت این نیست، ممکن است عین مشکلات مکتب سید الشهدا در نقاط مختلف کشور وجود داشته باشد، در نقاط مختلف شهر کابل وجود داشته باشد. ما در خدمت وزارت معارف هستیم، با این حرکت خود در خدمت تمام حوزه تعلیمی در صورتی که با کمبود چنین مشکل مواجه شود ما در خدمت هست. بله تشکر آقای هدایت، خداوند بر شما اجر پاداش ثواب بیشتر بده، چون شما یک اقدام نیک کردین، یک کار نیک را میخواین انجام بدین. خب غزل جان، دوستای ما شعرها و دکلمه های هم داره برای ما. بله دقیقاً مریم جان، دوستای عزیز ما که اینجا هستن، مینا جان، یلدا جان و زهرا جان، اینا برای ما دکلمه و شعر آماده کردن و در ادامه برنامه اونا رو خواهید شنید. آری، سالهای سال است که ما چشم به راهت هستیم، اما هنوزم که هنوز است این انتظار پایان نیافته است، اما کم کم بوی آمدنت به مشام می رسد. به زودی می آیی و به آشیانه خونین خیش بر می گردی و این آشیانه سخته و ویرانه خود را با بالهای خسته خود گرفته به اوج آسمان می رسانی. دیگر تو آواره و تنها، مهاجر و بی آشیانه، در صحراهای پرآشوب و دره‌های تنگ و تاریک سرگردان و بی کس نیستی. اکنون تو میزبانی گمگشته ولی برای ما مهمانی. اکنون تو بزرگترین نماد صلح و دوستی برای ما هستی. زندگی بدون تو برای این ملت رنج دیده و خسته واقعا تلخ، تاریک و دشوار است که جز تلخی و دشواری چیزی دیگری ندارد. اکنون هر کودکی با صدای پرواز و امید آمدنت از خواب بیدار می شود. هر دانش آموزی به امید کمک کردن به تو برای بازسازی آشیانت روانه مکتب می شود. اکنون چشم های خسته اشکبار ملت افغان به آسمان نگران است. بیا و به این انتظار خاتمه بده. به بیدار شدنی کودکان با صدای انتحار و انفجار، با بی سرنوشتی جوانان و یتیم شدنی کودکان میهنم خاتمه بده. اکنون ما با پاهای برهنه و اوریان در کنار ساحل، در هوای زیبای طبیعت، با چشمهای پر اشک در انتظارت نشسته ایم و تنها جمله که در زیر زبان خود بارها تکرار می کنیم این است که بیا، بیا و به این انتظار خاتمه بده. خوب به یاد دارم که سال گذشته در همین روزها و لحظه ها صلح را بر کاغذ نقش می کرد که وجود نداشت. دلگیر شدم و بغض سنگین گلویم را فشرد. قطره اشک بر کاغذ ریخت، درست بر روی کلمه صلح افتاد و صلح را بر روی صفحه منتشر کرد و در میان کلمه ها درشت‌تر و برجسته ترش ساخت. این اتفاق را با فال نیک گرفتم و در آخر آن گزارشم نوشتم که انشاءالله سال آینده گزارش نامه آمدنت را خواهم نوشت. اکنون که همه جا سخن از آمدنت است، با هزاران امید و آرزو می نویسم کبوترم به آشیانه بر می گردد. امیدوارم این پایان انتظار باشد، انتظاری که هر لحظهش تلخ و دشوار است، انتظاری که مردم از پایانش ناامید بود. اکنون با آمدنت صفحه جدیدی از زندگی را ورق می زنیم، صفحه‌ای که سرآغاز و پایانش تو هستی، صفحه‌ای که سراسر از اتفاقات شیرین است، صفحه‌ای که بدون محتوا اما در حقیقت بهترین و بلندترین محتوا را در بر دارد، صفحه‌ای با محتوای زندگی و مهربانی و همدلی. به زندگی و صلح و مهربانی سلام می دهم و همه به امید صفحه زرین زندگی‌مان تلاش می کنیم.
اما اگر این سخنان جلوه واقعی به خود گیرد و تنها زیر عنوان آرزو باقی نماند، کسانی بودند که آرزوهایش فراتر از آرزوهای هیچ من بودند، ولی کنون همان کسان زیر تربت پاک به عنوان شهید خوابیده‌اند. ادامه آرزوها، امیدها و رویا پردازیهایشان به ما مانده‌اند. مایانی که وظیفه اتمام این امر پاک را داریم، مایانی که ادامه دهنده مسیر رفتگان علمیم، حالا به امید این که این آرزوها از ما نیز سد نشود، چون ما براه روشن دانایی ادامه می دهیم. ما به خواهران شهیدمان عهد می بندیم که اهداف و آرزوهای آنان را ادامه دهیم، حتی اگر همه جا آتش ببارد و دود انفجار چشمهای من را کور کند، باز همراه مکتب را از نشانی خونهای پاک شما خواهیم یافت و درسهای باقی مانده شما را خواهیم خواند. کفش‌هایت را به من بسپار تا تمام این جغرافیای درد، خون و خاکستر را قدم بزنم. بگذار در مسیر پرخم و پیچه برچی و جلریز و جلال آباد تا شغنان و زرنج گلهای بیشمار رویده باشد. من نام‌های زیبای 80 شهید نوجوان را کنار گلها خواهم نوشت. کتاب های پاره پاره و پرخونت را به من بده تا ورق ورق آنها را به آب دیده بشویم. وزارت معارف بی زبان تر از آن است که پس از خاموشی شما حرفی برای گفتن داشته باشد. ما راه مکتب را از نقش پاهای کوچک شما و قطرات ریخته خونتان دوباره خواهیم یافت و کتاب های درسی من را از زیبایی صلح و زشتی تبعیض شروع می کنیم. شاعر علی نقی امینی. رویای آبادانی و زادگاه من رویایی است پایان نیافتنی، رویایی است که از آن صفحات سفید کاغذ سیاه گردد اما جرعه ای از آن کاستن نشود، رویایی که در ذهن ها خطور کند ولی بر زبان بیان نگردد. به نظر می رسد رویایی باشد در اسطوره ها اما با ظاهر واقعی. رسمی است که حال رویای آبادی از سر شب تا دم فجر بافته می شود. پس رویایی است روشن اما دست ساخت تاریکی. خالصانه ادعای صلح داریم. عاشقانه چشم براه صلحیم. صلحی که از نام آن نور بارد و دیگر کوشه های من تاریک نشود. صلحی که در آن غوغای پر از سکوت شنیدن نشود. صلحی که در آن شهیدی گم و خانواده‌ای در پی گم گشته خیش نباشد. ای بزرگان اهل سیاست، ای کسانی که خامه بر دست دارید تا سرنوشت افغانستان را بنویسید، کسانی که گمان می کنید به کشوری صلح می آورید که شاید با آن ناشناخته باشد، ولی بی خبر از آن که معنای واقعی صلح را باید از یک افغان صلح ندیده پرسید، چرا که معنای واقعی این کلمه فروزان را با تمام جزئیات می داند و درک می کند که صلح چیست. من همانم که قلمم روی این سطرهای نحیف قدم زده است و از خود رد پا به جا گذاشته است. این خامه خسته زیاد قدم زده است و به حدی رسیده که خون خشکیده، ولی دریغ است که سخنانش پایان یابد. این قلم ضعیف جسم لیکن توانا خاطر از دل کسانی می نویسد که با آنها دل سوختانده. آری، من همانم، همانی که این خامه خشکیده را راندم، همانی که نواهای سوخت دلها را شنیدم، همانی که باران خون را دیدم.
آن شخص ضعیفی هستم که نمیتوانم صدا از حنجره بیرون رانم و مداد خسته را در دست گرفتم تا بنویسد که شایدی بتواند جرعه ای از غمهایم را کاسته باشد. غمهایی که از ما لبریزند و غمهایی که دیگر تحمل حمل آنها را نداریم. بیایید واقعیت بیندیشیم و بفهمیم که پایه و اساس کشور ما را رود جاری شده از خون شهدا تشکیل داده است. این رود گلگون آغوشته خون کودکان شیرخواری‌اند که در شفاخانه ها به رگبار بسته شدند، یا دانش آموزانی که در راه علم پرپر شدند، و کودکانی که شیرین زبانیشان هنوز آینه است هر روز برای والدینشان. می دانیم که اکثریت خون این رود از تن قهرمانان حکمت وطن است و جوانانی که در راه علم سازنده این رود بودند. اکنون صلح معنایی فراتر از اینها در پی دارد. معنایی که جز آرامش و پیشرفت نیست و با بازگشتن لبخند بر چهره های غمگین مادران وطن. آری، ما صلح می خواهیم. خب تشکر از دوستای ما که شعر و دکلمه زیبایشان را برای ما و شما خواندن. بله مریم جان، ما مهمانای خیلی محترمی را با خود داشتیم. بله. من نباید فراموش بکنیم که یک مهمان محترم دیگه هم با ما در برنامه است. حاج آقای فاضلی، سلام علیکم، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام، تشکر. ما هم در قدم اول سلام عرض میکنم به شما مجریهای محترم و به همه شما بچه‌های عزیز و خوب و باصفا. ان شاء الله که جور و صحتمند باشین، در خدمت شما هستیم. بله، تشکر حاج آقا که امروز دعوت ما را قبول کردیم و با ما در برنامه هستیم. سلام. دعوت میخواییم که از شما بپرسیم که آیا دی ایام، دی روزها ما عید داریم یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اگرچه خوب نامش عید هست ولی در واقع ما عید نداریم. بله. در امی روزهای نزدیک پیشا پیش عید، خب حادثه دلخراش که در مکتب سید شهدا در دشت برچی رخ داد، واقعا خانواده های خیلی زیادی را داغدار کرد و لاله های پرپر شده ایشان را در پیش چشمانشان دفن خاک کردن و اونها واقعا در این روزها عزادار هست و ما هم در غم و مصیبت همه اونها شریک هستیم و ایدی نداریم. اینه واقعا درست است، ممکنه در خانه فامیل ها و خیشا احوال پرسی برویم. بله. ولی روح و روان ما داغدار هست، راحتی نداریم. واقعا ما از این وضعیت خیلی، مثلا از این مصیبت خیلی خب داغ دیدیم و درد آور است برای همه ای ما. بله. و عرض بکنم که در این روزها برنامه کودک هم برنامه خود را اختصاص داده به خاطر غم شریکی و مصیبت شریکی با خانواده های داغدار و مصیبت دیده، برنامه خود را اختصاص داده به خاطر تجلیل و احترام از شهدایی که در لیسه سید شهدا در دشت برچی رخ داده هست و این روزها را اختصاص داده به برنامه تجلیل از مقام شهدا. بله، دقیقاً حاج آقا، چون که همه شهیدها همه دوستای عزیزان ما بودن که جانهای عزیزشان از دست دادن. پس بله. ما هم به خاطر از دست دادن همه آنها ناراحت هستیم. بله. بله. خب سوال بعدی ما از شما است که همه کسایی که جانهای شیرینشان در راه علم و دانش، تعلیم و تربیه از دست میتن، در نزد خداوند جل جلاله چه جایگاهی دارن؟ بله، عرض بکنم که خدمت شما بچه های عزیز که یادگیری و تعلیم اولا که خودش خیلی جایگاه بلند دارد. بله. چون خداوند در قرآن اولین آیه‌ای که نازل میشه برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آیه هست که دستور به خواندن میده برای پیامبر. بله. یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت. بله. ببین، از این فهمیده میشه که خواندن، تعلیم واقعا اهمیت خیلی زیادی دارد. و گذشته از این، خب اونهایی که خودشان تعلیم میکنن، یعنی درس میخوانن، از نظر دین اسلام خیلی مقام بلندی دارد. حتی اونقدر مقام دارد که در بعضی روایت ها نقل شده است بچه های عزیز، کسانی که در راه علم، کسانی که مثلا تعلیم میکنن و در راه تعلیم علم و دانش،
خب جان عزیز خود را از دست میدن، اینه میمیرن به صورت عادی میمیرن، نه اینکه کسی اونها را بکشن. میگه اونها ثواب و پاداش شهید را دارن، حالا چی برسد به اونهایی که در مسیر علم یا در راه تحصیل علم و دانش جانهای عزیز خودشان را از دست میدن، مثل حالا مثلا حادثه‌ای که در مکتب سید الشهدا رخ داد. اینها کسانی بودن که خب دشمنان انسانیت دست خود را به خون اونها آلوده کردن و اینها را در راه تحصیل علم و دانش و دانایی اینها را شهید کردن و جانهای عزیزشان را از دست دادن. اینها خیلی مقام بلند دارد و مراتب مقام بلند دارد و دلیل این که اینها مثلا مقام بلند داره خب میتونه دلایل مختلف باشه. حالا مختصرا عرض میکنم، اولا که اونها متعلم بودن، متعلم از هر جهت خیلی مقام داره و اگر کسی بخواد اینها را با شهید بکنه که دیگه خیلی مقامش بالا هست. و دلیل دومش این هست که اکثر اونها اطفال بودن، نوجوانها بودن که گناهی هم نداشتن. دلیل سومش این است که اونها بدون جرم کشته شدن. چه گناهی داشتن اونها؟ مگر تعلیم، تحصیل، یادگیری، دانایی جرم هست؟ و دلیل چهارمش است که اینا مقام اینها رو به مراتب بالا میبره به خاطر این است که اونها خیلیشان ولو روزه بر اونها واجب نبودن، خیلیشان روزه مستحبی داشتن. بله. یعنی روزه به دهنشان بودن، به فرمان خداوند اونها روزه گرفته بودن ولی شهید کردن. به این دلائل خب مقام اونها خیلی بالا هست. بله دقیقاً. بله. خب حاج آقا شما گفتین که در کل متعلم مقام خیلی بالایی را داره، درست است؟ و من خودم متوجه شدم چندین بار در صحبتاتون همچین چیزی را گفتین. بله. در ذهن خودم سوال ایجاد شد و مطمئن هستم در ذهن دوستای عزیزم همچین چیزی به وجود آمده. بله. که چرا متعلم این مقام بالایی دارن؟ بله، عرض بکنم خدمت همه شما بچه‌ها، همونطوری که در ذهن مجری محترم ما و شما این سوال خلق شده، به ذهن همه شما هم این سوال خلق شده که چرا اینقدر، به چی دلیل اینقدر مقام بالا داره. ها، اولین که خود تعلیم و یادگاری که پیشترم عرض کردم، تعلیم و یادگیری در دین اسلام واقعا خیلی ارزشمند هست. یعنی دین اسلام خیلی برای این مثلا احترام قائل هست از این جهت. دوم این که به خاطر که آبادانی یک سرزمین، یک سرزمین، یک مملکت، یک کشور وقتی جور بشود بستگی به اینمی قشر تحصیل کرده و آدمای دانا داره. شما اینمی کسایی که در مکتب سید الشهدا و در هر نقطه افغانستان که انفجارهای خیلی زیادی رخ داد، خب در کورس ها، مکتب ها اتفاق افتاد، خب خیلی از متعلمین جانهای عزیز خودشان را از دست دادن. خب مقام ارتش اونها به این دلیل بالا هست که اونها در آینده هر کدامشان یک مجموعه را رهبری میکردن، در آینده هر کدام اونها یک دکتری بودن که جانهای ده ها مریض را تداوی میکردن. بله. در آینده هر کدام اونها حقوقدانهایی میشدن که مشکلات به مشکلات مردم رسیدگی میکردن. بله. در آینده هر کدام اونها انجینیری میشدن که برای ساخت و ساز این کشور دست به کار میشدن و در آینده هر کدام از اونها استادی بودن، معلمی بودن که برای مثلا آموزش اطفال این سرزمین اونها دست به کار میشدن، شبیه اون معلمی که پیشتر در برنامه شما اینجا حاضر کردین. بله. که حاضر شدن رضاکارانه بیای برای بچه‌ها تعلیم بکنن. در بین اونها همچو افرادهایی بودن، لذا اونها خیلی مقام بلندی دارن. بله. خب حاج آقا تشکر از اینکه تا این قسمت برنامه با ما بودین. اگه اجازه تون باشه بریم با هم دیگه میان برنامه رو ببینیم و بعدش برگردیم. بسیار خوب. یاد خداوند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل احد یموت اتشان الا ذاکر الله. از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند همه تشنه جان می سپارند جز آن که خداوند را یاد می کرده است. چشمه‌سار آرامش. رضا هر روز عصر با آوای دلنشین مناجات و قرائت قرآن به خواب می رفت. پدر در آن ساعت با خداوند مناجات می کند و پروردگار را یاد می کند. رضا گفت پدر جان، صدای شما به من آرامش می ده. صدای مناجات شما مرا در زلال ایمان شستشو میکنه، گویا در جهان پر از شادمانی و آسودگی وارد شده. پدر رضا گفت
بله رضا جان، یاد خدا شگفت است، دوای هر اندوهی است. آدمی از او خسته نمیشد و قلبها با او در هنگام کج از جهان سیراب میشد. رضا گفت: چقدر دوست دارم پدر جان، با شما از چشم سار سیراب شوم و با آن آرامش یابم. رضا همین کار را کرد. بله، اوست که هر عصر مهمان پروردگار مهربان است. از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند: همه تشنه جان می سپارند جز آن که خداوند را یاد می کرده است. دوستای عزیزم، تشکر که تا این قسمت برنامه با ما هستیم و بریم طرف ادامه صحبت‌های ما با حاج آقای فاضلی. بله، خب ما سوال‌های زیادی از حاج آقای فاضلی داریم و کردیم، دوستان خیلی معلومات زیادی هم گرفتن. حالا می‌خوام از حاج آقای فاضلی بپرسم، خانواده‌هایی که یا مادر و پدرایی که اطفالشان یا دخترایشان یا فرزندانشان در این حادثه‌های المناک هستند می‌تن، شما برای چی گفتنی‌هایی دارین؟ ما گفتنی خاصی ندارم در این روزها، ولی من باز هم در این قسمت برنامه این مصیبت وارده را برای همه خانواده های شهدا و خانواده هایی که لاله های شان را پرپر دیدن در پیش چشمانشان و پاره های تنشان را از دست دادن، من باز هم تسلیت عرض می کنم. خداوند برای همه اینها صبر بدهد، خداوند برای همه اینها عزت بدهد، ولی عرض می کنم که صبر و پاداش اینهایی که مثلا پیشه کردن در برابر همچو مصیبتی که فرزندانشان نونهالانشان را از دست دادن، خداوند خیلی اجر و پاداش زیادی می دهد. در یک جای قرآن دارد میگه کسانی که در برابر سختی ها و مصیبت ها صبر می کنن، خداوند اجر و پاداش بی حساب می ده، یعنی بی شمار برای اونها پاداش و ثواب میده. خداوند انشاءالله این صبر برای شما عنایت بکنه. بله. خب حاج آقا، شما همه مردم ده، یعنی کسانی که عزیزانشون از دست دادن، به صبر دعوت کردین. درست است؟ میشه بر ما بگین کسانی که در مقابل حوادث، همچنین حوادثی صبر میکنن، چه جایگاهی نزد خدای متعال دارن؟ بله، عرض بکنم که واقعا اینهایی که در برابر همچون مصیبت ها که در افغانستان واقعا کم از این مصیبت ها اتفاق نیفتاده است، خیلی مقام بلند دارد. و عرض بکنم که اونهایی که صبر پیشه میکنه، منشأ صبر و سرچشمه صبر را هم باید ما از خدا بدانیم، یعنی خدا هست که این صبر برای بندگان خودشان در برابر سختی ها لطف میکنه. و همین قسم مقصد و هدف صبرم باید رضایت خداوند باشه، که حتما در این از هر کسی بپرسیم، اونهایی که عزیز دل خودشان را از دست دادن بپرسیم، میگه ما راضی هستیم به رضای خدا. و همین قسم صبر از صفات انبیای الهی و از صفات پیامبران الهی هست که یک صفت خوبی هست. و همچنین صبر کلید بهشت هست. صبر در بلاها و سختی ها ممکن از آزمایش و امتحان الهی باشد، که انشاءالله همه ما و شما از امتحان الهی انشاءالله پیروز برویم. و همچنین صبر سبب دریافت صلوات خداوند جل جلاله می شود، یعنی هر کس در برابر سختی هایی که پیش می آید صبر بکند، بیتابی نکند. این مصیبت ها کم مصیبتی نیست، خداوند برای همچو انسان هایی که صبر می کنه صلوات خودش را می فرستد. و همچنین صبر بمانند سر در بدن هست. شما ببینید اگر سر در بدن نباشه دیگه بدن کاری نیست. صبر هم در زندگی همه انسان ها کار اساسی را دارد. و همچنین صبر وصیت امام حسین علیه السلام به فرزندش امام زین العابدین علیه السلام هست. بنابراین صبر واقعا خیلی ویژگی خاصی دارد. بله، پس ما همیشه باید صبر و شکیبایی را در خود داشته باشیم. بله. خب سوال بعدی ما از آجاقی است که کسایی که امیر قتل انجام میتن و دانش آموزا و شاگردانی که درس میخوانن، آیا این باعث میشه که شاگرد از درس دست بکشن؟ یقینا نخیر. اگر میشد در همون انفجارهای اول دیگه شاگردان مکتب دروازه های مکتب را باز نمیکرد. در تمام نقاط افغانستان به خصوص در این اواخر در برچی
خب خیلی از انفجارها در مکتبها، کورسها، مرکزهای تعلیمی اتفاق افتاد. اگر مردم دست از درس خواندن یا اطفال دست از درس خواندن برمی داشتن، در همون انفجارهای اول دست برمی داشتن. هرگز اینها دست از درس خواندن بر نمی دارن و این تهدیدها اونها را ترس نمی دهن. ولی این را ما باید بگیم که بارها این اتفاقها افتاده، هم در مساجد هم در مکتبها ما دیدیم که نه مردم از درس خواندن دست برداشتن، اطفال باز هم با شوق بی که مکتب خود رو پشت کردن و قلمهای خود رو به دست گرفتن و راهی مکتب شدن، و مردمی که نمازگزار بودن هنوز پرشورتر به مساجد شرکت کردن. و این دشمن بدانن که خب باید ناامید بشون. اینها ناامید نمیشون از درس خواندن، اینها ناامید نمیشون از راه تعلیم و دانایی، ولی شما باید ناامید شوین دیگه. هرگز اینها رو ناامید نمیکنه و ترس هم نداره، هنوز پرشورتر دروازه های مکتب رو محکم میگیرن و با شوق و علاقه خاص درس های خود را ادامه میدن. ما در برنامه دیدیم خواهرای حاضر شدن گفتن که ما راه مکتب را از خون از شهدا ما ادامه میدیم، یعنی راه مکتب را از خون از اونها ما پیدا میکنیم. خب اینها پیام داره و اینها حتما عملا هم ادامه میدهن. بله، پس این نشان دهنده توانایی ما، نشان دهنده ای است که هر چقدر هم روی ما ظلم بکنن باز هم ما در برابر ظلم ایستادگی داریم. بله. خب حاج آقا، میخواییم که در اخیر بر ما بگین تصویرهایی که خود ما در چند روز داریم میبینیم چه چیزی را بر ما یادآوری میکنه و چه چیزی را بر ما یاد میده؟ بله، واقعا ما تصویرهای زیادی را دیدیم، شما هم حتما دیدن. بله. همه بچه ها هم دیدن از این حادثه و شبیه این حادثه، از حوادثی از هر گوشه افغانستان حادثه هایی که اتفاق افتاده، به خصوص حادثه مکتب سید الشهدا، تصویرها و عکس‌های خیلی زیادی دیده میشه که هر کدام اینها پیامی دارد. کفش خون آلود پاره، قلم شکسته که با خون آلوده بوده، خب صدای ناله های مادرها و پدرها عکس‌هایش دیده میشه و تصویرهایش رو میبینیم، و همین قسم بیک های پاره پاره شده، کتاب های پاره پاره شده به جا مانده که هر کدامی از اونها یک پیام داره. حالا از جمله تصویری که خیلی خبرساز شده، خواهر کوچک ما که در این حادثه خب سر و صورتش خاکالود است، خب در حال وحشت زده است، میبینیم این وضعیت و در حالی که کتاب مکتبشون به دستشون به بغلشون محکم گرفته. این دو تا پیام داره، یک پیام برای دشمنان علم و دانایی داره که ما هرگز این راه را مثلا رها نمیکنیم، شما اگر بکشین من عملا ثابت میکنم هنوزم کتاب خود رو در همین وضعیتم از دست نمیدم، باز هم کتابم به بغلم هست، به دستم هست، دنبال درس و تعلیم میروم. یک پیام. و برای بقیه متعلمین و شاگردان مکتبم یک پیام داره این تصویر که خب شما این راه رو ادامه بدین، یعنی در همچون وضعیت سخت که خب او در اون حادثه بوده هنوز کتاب خود رو محکم گرفته، شما هرگز این راه مکتب و تعلیم و تربیه را رها نکنید و باز هم دروازه های مکتب را باز کنید. انشاءالله مکتب سید الشهدا باز هم پرشورتر از گذشته، شاگردانشان اونجا سر درس حاضر میشه و هرگز دشمن نمیتونه شاگردان مکتب را با این کارهای شرم آور خود اونها را ناامید بکنه. بله، پس ما باید همیشه استادگی کنیم و علم دانش همیشه یاد بگیریم. بله. هر قدر که انسان علم بیاموزه باز هم کم است. بله. همیشه باید کوشش کنیم که بیشتر و بیشتر همیشه بیاموزیم. بله. بله. خب حاج آقا، تشکر از اینکه امروز با ما در برنامه بودیم. بله. و برنامه امروز ما تمام میکنیم با چند بیت شعر. لیلا بیا به خانه، سوی کوچه رو مکن، شهر از خطر پر است، تو سنگ و سبو مکن. چپ باش، سر به زیر بمان، چادری بپوش، از جبر از حساب دیگر گفتگو مکن. مکتب نرو، کتاب نخوان، کور و کر بمان، اینقدر خون به قلب منی، غم درو مکن. داغی نشسته بر سر داغی تو، دخترم، چاک جگر به سوزن هجران رفو مکن. هوشیار باش، کبوتر جلد هواییم، در چشم گربه خاک بزن، بقبقو مکن. فریاد ما به گوش دو عالم نمی رسد، کوه از صدا کر است، عبس های هو مکن. خون تو فرش قرمز این دشمنان ماست، با خون قلب مادر غمگین بزو مکن. با
با خون قلب مادر غمگین وضو مکن. حضرت ادریس علیه السلام. روزی روزگاری پیامبری بود به نام ادریس. او سومین پیامبر خدا بود. اولین پیامبر حضرت آدم، دومی پسرش شیث و سومی ادریس از نواهای شیث بود. نام اصلی این پیامبر اخنوخ یا اخنوخ بود. اما چون او همیشه در حال مطالعه و مشغول درس بود، به او ادریس لقب دادند. ادریس یعنی کسی که همیشه در حال درس خواندن و درس دادن است. در زمان ادریس هنوز مدت زیادی از زندگی بشر روی زمین نگذشته بود و آدم ها بسیار چیزها را نداشتند. مثلا تا آن زمان هنوز خانه نداشتند، هنوز لباس نداشتند و بدن خود را با پوست حیوانات می پوشاندند. هنوز خط و نوشتن به وجود نیامده بود. هنوز عدد پیدا نشده بود تا با آن بتوانند چیزها را بشمارند و حساب کنند. ادریس برای اولین بار به آدم‌ها یاد داد که چطور از پشم حیوان‌ها نخ بریسند و با آن نخ پارچه ببافند و لباس بدوزند. به آدم‌ها آموخت که چطور کلمه‌ها را بنویسند. او راه و رسم شمردن و حساب کردن را به مردم یاد داد. همینطور طرز خانه ساختن و درست کردن روستاها، شهرها را به مردم یاد داد. ادریس به مردم آموخت که برای زندگی راحت‌تر باید قانون و مقررات داشته باشند و همه باید آن قانون و مقررات را رعایت کنند. چیزهایی که ادریس به مردم یاد داد باعث شد که زندگی مردم بسیار راحت تر شود. برای همین مردم ادریس را بسیار دوست می داشتند و در هر کاری از او کمک و راهنمایی می خواستند. ادریس هم به همه کمک می کرد. به این ترتیب ادریس در میان مردم زندگی می کرد و پیامبر و راهنمای آنها بود. تا اینکه اتفاق عجیبی افتاد. در زمان ادریس پادشاهی بسیار ظالم و ستمگر حکومت می کرد. روزی از روزها او هوس کرد که به گردش و تفریح برود و سربازهایش دستور داد که آماده شوند. بعد سوار اسبش شد و به راه افتاد. سربازها هم پشت سرش به راه افتادند. رفتند و رفتند تا به سرزمین سبز و خرمی رسیدند، جایی که بسیار زیبا و دیدنی بود. در آن سرزمین باغی بسیار زیبا بود. درخت های باغ پر از میوه بودند. همه نوع میوه در آن باغ پیدا می شد. شاه با دیدن باغ از آن خوشش آمد و سربازهایش دستور داد که صاحب باغ را پیدا کنند و نزد او بیاورند. چند نفر از سربازها گشتند و صاحب باغ را پیدا کردند و همراه خود پیش شاه آوردند. صاحب باغ مرد با ایمان و زحمت کشی بود. او از یاران و پیروان ادریس بود. شاه با دیدن او گفت: باغ خیلی قشنگی داری. صاحب باغ گفت: آه، من که کاری نیستم، همه این زیبایی ها از خداست. شاه گفت: میخواهم این باغ را از تو بخرم، آن را چند میفروشی؟ صاحب باغ گفت: ها، این باغ محل کسب و کار من است. من در این باغ کار میکنم و با فروش میوه های آن خرج زندگیم را در میآورم. اگر آن را بفروشم دیگر نمیتوانم زندگی کنم. شاه با ناراحتی گفت: یعنی نمیخواهی باغت را به من بفروشی؟ صاحب باغ گفت: نه. شاه که خیلی ناراحت شده بود از آنجا رفت. وقتی به کاخش رسید وزیرش را صدا کرد و گفت: دیدی چه اتفاقی افتاد؟ وزیر پرسید:
اتفاقهای زیادی افتاد. کدام را میگوید؟ شاه گفت: صاحب باغ را میگویم. دیدی چقدر گستاخ بود؟ همسر شاه که در آنجا حاضر بود گفت: شاهی که نتواند باغ یک از رعیت ها را بگیرد به هیچ دردی نمیخورد. شاه گفت: یعنی باید چی میکردم؟ باید دستور میدادی که گردنش را بزنن. وقتی باغی که صاحب نداشته باشد میشود مال شاه. وزیر گفت: نه این طور که نمی شود. صاحب باغ از پیروان ادریس است، آدم مؤمن و خداشناسی است. مردم او را دوست دارند. اگر همین طوری او را بکشید صدای مردم در می آید و اعتراض می کنند. همسر شاه گفت: این کار ندارد. چند نفر از دوستان خودتان را جمع کنید تا گواهی بدهد که این مرد علیه شاه حرف زده. به این بهانه او را بکشید و باغ او را صاحب شو. شاه به حرف زنش گوش کرد و چند نفری را پیدا کرد و آنها گواهی دادند که آن مرد علیه شاه حرفی زده است. به این بهانه او را گرفتند و کشتند. بعد هم باغش را صاحب شدند. از این اتفاق ادریس و مردم شهر بسیار ناراحت شدند. مردم دور ادریس جمع شدند و به شاه اعتراض کردند. خداوند به ادریس وحی کرد که: ای پیامبر ما، نزد شاه برو و به او بگو که منتظر مجازات ما باشد. ادریس به کاخ شاه رفت و گفت: ای شاه، آیا از خدا نترسیدی که بنده بیگناهی را کشتی و باغ او را صاحب شدی؟ آیا نمیدانی با این کارت همسر و فرزندان گرسنه میمانند؟ شاه خندید و گفت: نه، من از هیچ کس نمیترسم. ادریس گفت: منتظر انتقام خداوند باش، خداوند تو را مجازات خواهد کرد. مثلا چی کار میکنم؟ ادریس گفت: همه قدرت تو به خاطر این ریاست و سلطنت است. خداوند این قدرت را از تو میگیرد. در آن دنیا هم در آتش خواهی سوخت. شاه که از حرف ادریس ناراحت شده بود دستور داد تا او را از کاخ بیرون انداختند. همسر شاه باز هم شاه را مسخره کرد و گفت: ای شاه، کارهای عجیبی انجام میدهی. یک نفر آمده داخل کاخ و تو را مسخره میکند، آن وقت تو او را بیرون میکنی؟ شاه گفت: باید چیکار میکردم؟ همسر شاه گفت: باید گردنش را میزدی و بدنش را پیش روی سگها میانداختی. شاه چند نفر از مامورهایش را فرستاد تا ادریس را بگیرند و بکشند. اما خبر به یاران ادریس رسید. آنها پیش ادریس رفتند و گفتند: ای پیغمبر خدا، مامورهای شاه در راهند، میخواهند شما را بگیرند و به قتل برسانند. ادریس همراه یارانش از شهر بیرون رفت و در غاری پنهان شد. از قضا همان شب یکی از سرداران شاه به اتاق خواب شاه رفت و او را کشت و جسدش را در میدان شهر آویزان کرد. بعد هم همسر او را کشت و جسدش را جلوی سگ‌ها انداخت. این اتفاق باعث شد که ایمان مردم و ادریس بیشتر شود، چون فهمیدند که وقتی شاه خواست ادریس را اذیت کند، خدای بزرگ به کمک ادریس آمد و آن شاه ظالم را از بین برد. ادریس تا مدت‌های زیادی در بین مردم زندگی کرد و پیامبر و راهنمای آنها بود. ادریس نزدیک به 350 سال زندگی کرد و بعد هم خداوند او را به آسمان برد.